افسرده باشه یا استراب داشته باشه، اون افراد بزرگ مخصوصا چون به بچه‌م نزدیکن از نظر احساسی، این رو انعکاس میکنن روی بچه‌شون. فکر میکنن بچه‌م الان خیلی ناراحته یا بچه‌م هم الان افسرده. بعد خیلی وقتا اگر واقعا این احساسات خودشون رو آگاهی بدن به خودشون که من یه فرد جدایی از این بچه هستم، من الان خیلی ناراحتم، ممکنه بچه به اون اندازه از این مسئله ناراحت نباشه. حالا این به روی خوشی هم میره، وقتی که اون فرد الان عاشق شده، الان فهم میکنه خب فرد جدیده، یه مدتی هم با هم معاشرت کردن، تصمیم میگنن ازدواج کنن، چون اون مادر یا اون پدر که دارن ازدواج میکنن خب خوشحالن، خیلی هم به اصطلاح هیجان انگیزه براشون، ولی ممکنه این رو آگاهی رو بعد داشته باشن، ممکنه این واقعه اونقدر خوشحال کننده برای اون بچه نباشه. بنابراین خیلی مهمه که یه مقداری اون پدر و مادر سعی کنن که به اصطلاح با اون حالت بچه رو متوجه باشن، و اینجور موقع بهترینش این که یه وقتی دو به دو، یعنی اون پدر با بچه یا اون مادر با بچه داشته باشن، که یه مقداری بچه اگه سوالی داره یا اون پدر یا مادر توضیحی بدن، وقت مقداری صرف کنن و فکر نکنن که خیلی خوب الان یک چیز خیلی خوشایندی داره اتفاق میفته، بچه هم خب حتما خوشحاله برای که میبینه من خوشحالم، ولی ممکنه که اون بچه اون در اون حدی که پدر مادر خوشحالن یا اون کسی که داره ازدواج میکنه اون بچه نباشه. بنابراین باید اون حالت حساسیت رو آدم داشته باشه، یه مقداری که مواظب به اصطلاح نظر احساسی بچه هم باشه. و بعد خیلی دیگه مسائل دیگه هست که از نظر به اصطلاح تربیتی و اینو که اشاره کردین راجع به مثلا اگر برای پدر مادر تحصیل بچه مهمه یا هوم ورک به اصطلاح مشق شبانه و تکلیف‌های شبانه مثلا مهمه، مثلا در خونه مادر یه موقعی داره بچه انجام میده و مثلا اگه بیاد در خونه پدر و هیچ برنامه‌ای نباشه و بچه همینجور به اون چند روزی که خونه پدر هست انجام نده و بدون برنامه باشه، حالت بلبشو باشه، بنابراین اون بچه هم به اصطلاح به بچه صدمه مفره، همین هم بچه اون الگو رو بر میداره، اون وقتی که بر میگره دوباره خونه مادر، اون باعث ناراحتی اون یکی به اصطلاح اولیام میشه، به خاطر اینکه اونجا اون آزادی ها رو داشته و بچه هم البته به نسبت سنی که دارن خب ممکنه که به طریقای مختلفی از این دو به اصطلاح جایه بلد میشن، روی اون هم بچگی خودشون که سوء استفاده بشه و در خاتمه به ضرر بچه تمام میشه. خیلی مهم هم هستش که کودکان بدونن که خبر از این خونه به اون خونه نبرن، چون همونطور که اولش داشتیم می‌فرمودیم بعضی موقع ها حساسیت هایی وجود داره، چون در طلاق خیلی کم پیش میاد که دو نفر در آن واحد حاضر باشن که کامل شدن تو این رابطه و میخوان طلاق بگیرن. معمولا همیشه یک نفر هستش که بسش دیگه میخواد طلاق بگیره و یک نفر هستش که هنوز ناکامله، و اون کسی که طلاق گرفته قاعدتا دلش خواسته که طلاق بگیره، خیلی موقع زودتر ممکنه وارد رابطه های دیگه و بعدی بشه، چون کامل شده توی زمانی که توی رابطه بوده و الان آماده است که بره در رابطه های دیگه. این حساسیت ها، حسادت ها ممکنه که وجود داشته باشه، و خیلی خیلی مهم میشه که در زمانی که بچه داره به این از این خونه به اون خونه میره ازش سوال نکنن، خود پدر و مادر و یا کس جدیدی که توی اون خانواده هست مکررن سوال نکنه به اینی که چه اتفاقی افتاد، چطور هست، چطور نیست، اونجا چه کار کردن، چه کار نکردن، به خاطر اینه که بچه در یک جایگاهی گیر میکنه که اگر حرفی رو بزنه و بعد این حرف بعدها استفاده بشه و یا سوء استفاده از اون حرف بشه، احساس گناه خیلی خیلی زیادی میکنه، و یا اینی که اگر حرفی رو بیاد بزنه و احساس بکنه که مادر یا پدرش ناراحت شدن، اونها رو یواش یواش عقب میکشه و اون حرفها رو همونطوری که هست نمیزنه و شروع میکنه به دروغ سازی و یک فشار خیلی زیادی روی شونه های اون بچه خواهد بود. به خاطر همین وقتی که بزرگا با همدیگه هرچه زودتر روابطشون رو حسنه بکنن و مسئول روابط خودشون باشن به عنوان گروهی که بزرگتر هستن، این صدمه ای که قرار به اتفاق بیفته روی بچه
بچه‌ها و از این خونه به اون خونه برن کمتر خواهد شد و اونجاست که می‌بینیم که هرچه زودتر بچه‌ها راه و چاه خودشون رو و رابطه خودشون رو با این آدم‌های بزرگی که اطرافشون هستن پیدا می‌کنن. بچه‌هایی که ناراحتن و دارن صدمه می‌بینن بین این مسئله توی مدارس، توی درس‌هاشون نشون میده، توی نمراتشون خودش رو نشون میده، توی دوستیابی‌هاشون اونجوری که با اینو شاد هستن یا اینی که یه جوری همیشه عصبیان و دارن پرخاش میکنن یا در خواب ناراحتشون همه و همه خودش رو مکررن نشون میده و اونجاست که باید برگردیم و باز نگاه بکنیم. خیلی شده که در مطب اومدن و بچه ها رو که من باشون کار کردم مشخص شده که مثلا وقتی رفتن پیش مامانشون احساس کردن که باید بگن که مثلا این زن بابایه یا شوهر مادرشون خیلی آدم بدیه که مثلا مادر خوشحال بشه، بعد از اون طرف که میرن اونجا حتی اگر که اون شخص خیلی هم باشون محبت بکنه دریافت نمیکنن، چون اگه دریافت بکنن احساس میکنن احساس گناه میکنن نسبت به مادر یا پدرشون و این روابطی رو که این بزرگها نمیتونن با هم دیگه میزون بکنن روی بچه ها خیلی خیلی تأثیر میذاره و این یکی از بزرگترین ضربه هاییه که بچه ها میتونن بخورن، چون به هر صورت بزرگ میشن و تصمیم خودشون رو میگیرن روی اتفاقی که داره میفته، ولی از کودکی خیلی خیلی بهشون زجر داده میشه، واقعا اثر منفی داره روی کودک. یه قسمت مهمتر از اون که بیشترم کامپلکس میشه من فکر میکنم اینه که اگر در یک خانواده ای دو نفر طلاق گرفتن و بچه های خودشون دارن و همه قراره برن توی خانواده زندگی بکنن، میدونین مثل که مثلا یک خانمی طلاق گرفته و یک بچه داره و یک آقای طلاق گرفته و اون هم یک بچه داره و اینا قراره بیان و همه در خونه با هم دیگه زندگی بکنن، یا یکی از این بچه ها تو خونه هست و داره با این کوپل جدید زندگی میکنه و اون یکی بچه باید بره پیش یه والد دیگه زندگی کنه و فقط یه زمانهایی میاد و میره برای دیدن و این هم کلی ماجرا رو با سخت‌تر میکنه. بله سخت‌تر میکنه به خاطر اینکه بازم نسبت به اینکه اون سن اون بچه‌ها، اون بچه‌ها حالا به عنوان به اصطلاح موقعی که با هم هستن مثل خب حالا من یه خواهر جدید دارم، حالا من یه برادر جدیدم، بله اون مثلا که بین این بچه ها چجوریه و واقعا برمیگرده به این که چجوری اون پدر و مادر از هر دو طرف، یعنی در واقع حالا ما صحبت چهار نفر بزرگسال رو میکنیم، پدر و مادر و بعد هر کدومش هم به اصطلاح خانون ازدواج قبلیش اون دو نفر دیگه که پدر و مادر این بچه ها از یه طرف، بنابراین ما صحبت چهار نفر رو میکنیم که اینجا با همدیگه باید واقعا یک ارتباط سالمی برای بهبود بچه هاشون داشته باشن و واقعا مشکلی، یعنی اگه یه نفر از اون چهار نفر یه مقدار زیادی از اون ازدواج قبلی مسائل مختلفی رو هنوز حل نشده در وجودش داره، در فکرش داره، در احساساتش داره و احساسات به اصطلاح جریحه داری از اون موقع داره، خیلی مشکل میکنه این رو، به خاطر اینکه اگه یک نفر همکاری نکنه اثر میذاره به این فرد و اون به اصطلاح به بچه و به اون فرد و بعد اثر میذاره توی خانواده جدیدی که تشکیل شده و در این حال اثر میذاره به اون یکی طرف و بچه اون طرف. بنابراین واقعا هرچه امیدواریم که افراد، من همیشه وقتی که با مردم که کار میکنیم واقعا یه چیزی که توجهشون رو من جلب میکنم این که در هر حال این بچه ها بزرگ میشن و روی پای خودشون وامیسن و از زندگی به صلاح از شما جدا میشن به عنوان افراد بزرگ سال و به صلاح بالغ از شما جدا میشن، شما باید به فکر آینده اونا واقعا باشین. اگر این دوره که دوره سختی برای همه هست ولی همه با همکاری این دوره رو بگذرونیم و بالنسبه یک موقعیت خانوادگی آرومی برای بچه ها و جوانان باشه که اینا بتونن
اون رشد طبیعی و سالم خودشون رو داشته باشن، همه ازش بهره میبرن، همه ازش بهره میبرن. به خاطر اینکه بچه ها وقتی از خونه میرن بیرون، اگر از نظر احساسی به اصطلاح ناراحتی داشته باشن، از نظر روانی ناراحتی داشته باشن، از نظر تحصیل بهشون صدمه خورده باشه، در هر حال اثر منفیش برمیگرده دو مرتبه به همون مادر، به همون پدر. یا از نظر مالی هنوز احتیاج دارن، نمیتونن اگه تحصیلشون خوب انجام ندن، اگه